درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. آلونکسازها به کام مالسازها. آقای جمهوری اسلامی. نیک پی آخرین شهردار تهران در رژیم گذشته را به خاطر تخریب 120 آلونک مستضعفین اعدام کردید. یادتان هست؟ تخریب آلونک ها و حلبی آبادها در زمان شاه یکی از مهمترین دغدغه انقلابی ها بود. تبصره های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در همان اولین ماه های انقلاب تغییر کرد. اصلاحیه برای 27 شهریور 58 در شورای انقلاب است. چه شد؟ قانون قبلی بسیار خشک بود. خشکتر از قوانین نانوشته‌ای که حتی خلخالی ملعون آخرین شهردار تهران را اعدام کرد. نسخه‌اش برای هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز خلاف پروانه یا بدون پروانه تخریب بود. انقلابی ها تازه آخرین شهردار تهران را تیرباران کرده بودند که یکی از جرائمش تخریب 120 آلونک مستضعفین به نام قانون بود. حالا می‌خواستن به نفع مستضعفین اصلاح ساختاری بکنند. تبصره های 9 تا 11 را به ماده 100 الحاق و تبصره های 2 تا 8 را اصلاح کردند. به نحوی که هر جا بحث تخریب بود، دست کمیسیون را باز کردند تا اگر صلاح دید بتواند نسبت به بخش جریمه اقدام کند تا آلونک ها و خلاف های ساخت و ساز به این راحتی روی سر مستضعفین خراب نشود. نتیجه چه شد؟ از همین راه باریک که ایجاد شد، هزاران داماد شمخانی و دختر نعمتزاده در جای جای ایران رویید که برخلاف تمام قوانین شهری هر چقدر که می‌خواهند می‌سازند. امثال فرزندان نور مفیدی، امام جمعه گرگان یا طولیت مدرسه عالی شهید مطهری که فرزندانش خوب می‌سازند و بعد پس می‌دهند، آخرش دست می‌کنند در جیبشان و می‌گویند خلاف کردیم پولش را می‌دهیم و این وضع بدقواره در شهرها به وجود آمد. یک نمونه از این بدقوارگی لواسان است و آخریش باسته هیلز قزوین که تحت سیطره امنیتی ها و دادگستری قزوین قرار گرفته است. یک لیست بلند بالا می شود نوشت از سیاست گذاری هایی که یک روزنامش حمایت از مستضعفین بود و بعدها کامش برای کسان دیگری شد که در وزارت عباس آخوندی رانت و ویژه خاری را با دلالی پسر بین آقازاده ها پخش می کرد. هر چیزی که پولی شد رفته رفته متعلق به کسانی می شود که پول بیشتری دارند و بیشتر به نهادهای قدرت وصل هستند و می توانند آن را بخرند. از همه بدتر وقتی است که قانون را پولی می کنند. چندی است که اخبار ایران مال را شنیده ایم که فقط علی انصاری قریب 500 هزار متر مربع خلاف پروانه ای دارد که آن را با پول خریده است. سر آدمیزاد سوت می کشد و یا خبری که از بانک صادرات، دی، مسکن و پارسیان درس کرد. هر کدام از این بانک ها تعداد زیادی واحد مسکونی را برای سود بیشتر احتکار کردند. اصلا این چه قانونی است که بانک ها به بنگاهداری روی آوردند و هیچ دولتی هم نمیتواند این سد بنگاهداری بانک ها را بشکند و نه تمایلی به این کار دارد. انقلابی هایی که فکر جلوگیری از تخریب آلونک بودند یا نهایتاً به یک طبقه اضافه بنای سیمتری یک حاشیه نشین فکر می‌کردند و قانون می‌گذاشتند، فکرش را هم نمی‌کردند راهی را باز می‌کنند که از دلش چنان سلاطین تخلف بیرون خواهند آمد که فقط یک نفرشان 500 هزار متر مربع قانون خریده است. یا رئیسی دولتی که برای ساخت و ساز در منطقه جماران شهردار تهران را به جلسات هیئت دولت راه ندهد. مقدار پولی که علی انصاری در دو دهه گذشته به شهرداری داده را حساب کنید و مقدار آسمان و فضای تنفسی که از شهر خریده است. نکته این که همه علی انصاری را به اسم ایران مال می شناسند و خبر از تخلفات دیگرش در یافت‌آباد، دلاوران، پاسداران و دریاچه چیدکر و پروژه های دیگرش ندارند. الغرض دلسوزی برای آسیه پناهی ها و زن بندرعباسی، اگر منتج به آسیب شناسی اساسی از ساختارهای ایجاد تبعیض و قوانین شهری و بانکی مولد نابرابری نشود و به مطالبه جدی برای تحول بنیادین در قوانین بدل نشود، یک موج زودگذر است. می آید و می رود. دو هفته دیگر اصلا کسی اسم اینها را هم یادش نیست. کما اینکه اگر قضیه بندرعباس وقوع نمی افتاد، آسیه پناهی نیز کاملا فراموش شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم من که این روستای پانر حالا بودن خونه دارم نه چی دارم نه چه خاکی برزن که آقای محمدی تو قسرم آورد بخشار گفته من نمیتونم کنم فرمانده ها گفته نمیتونم ولی آقای محمدی تو قسرم آورد توی بارو که آقای من چه خاکی برزن
جا داریم نه زندگی داریم بایی بازمون بایی زندگیمون ما محدودی هستیم ما محدودی هستیم ما محدودی هستیم دولت با ایتو باشه که بسرمون بیاره حالا ما چه کمیته امداد هستید داریه بودی 200 تومن میدم 200 تومن حالا بایی تو بسرمون بیاره بایی تو بسرمون بیاره آقای محمد باید تو بسرون بیاره آقای محمد رئیس مجلس باید تو بسرون بیاره مردش با نشون بده ایتا با بگی مردش نشون بده آقای باید بدی ایتا با بسرون بیاره بسرون بیاره نه این خونه من زندگی هم بگی بیا نگاه کنه بیا نگاه کنه بگی آقای محمد حالا بیا خود نگاه بکنی بیا نگاه کنه بیا نگاه کنه نه نه زندگی بیا نگاه کنه نگاه بکنه چیکار کردی چیکار بسرون بکنه بگو بیا نگاه کنه بگو بیا نگاه هستم. امروز محیط زیست دستور رئیس آقای محمدی نکته که 18 سال بود ساخته شده و هر کاری کرد آقا قانونی شفتیم هر کاری کردیم نگذاشت آقا دوبار کلاش رفتیم نگذاشت حالا خداییش بوی من یادم لنگه نگاه کنیم کجای قانون ایتو چیزی نوشته که تر خشک پای هم بوسه من دانشجو هستم درس قانون خوندم اما هیچ جای قانون ندیدم که ایتو آخوند صدیقی، هزینه ساخت حوزه مجلل و مجهز شما از کجا تامین شده است؟ شیخ کاظم صدیقی، مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و امام جمعه موقت تهران. اینجا برای رفاه ساخته نشده. اینجا جای عشرت کده نیست. اینجا تنبلخانه نیست. اینجا برای تناسایی نیست. اینجا محل رنج است. گنج بهشت را با رنج دنیا به دست می آوریم. از آنجا که این نوع نگاه عملاً به نقشه راه و پدید آمدن شرایط حاکم و وضع موجود منجر شده است، از جناب شیخ صدیقی و همفکران ایشان انتظار می رود به پرسش های ما پاسخ دهند. 1. خداوند در آیات 18 سوره نحل و 34 سوره ابراهیم می فرماید اگر بخواهید نعمتهای بی انتهای خدا را بشمارید، هرگز نمی توانید. آنگاه فقط در سوره نحل به 50 مورد از این نعمتها اشاره کرده است. حال اگر قرار است که در اکثر این قبیل افکار پوسیده و سیاست‌های ناکارآمد مردم ایران فقط رنج بکشند، نعمت‌ها و موهبت‌های بی حد و حصری را که خداوند در این دنیا و به ویژه در ایران غنی و سرشار از ثروت برای بشر خلق کرده، قرار است نصیب چه کسانی شود؟ 2. در اثبات مهمل بودن این نوع اظهارات که مصداق صدر آیه 33 سوره اعراف است، به ذکر 3 آیه شریفه اکتفا می‌شود. آیه 33 سوره اعراف چه کسی زینت‌های خدا را که برای بندگان خود آفریده حرام کرده و صرف رزق حلال و پاکیزه منع کرده است؟ بگو این نعمت‌ها در دنیا برای اهل ایمان است. آیه 172 سوره بقره ای اهل ایمان، روزی حلال و پاکیزه‌ای که ما نصیب شما کرده این بخورید و شکر خدا به جای آرید اگر شما خالص خدا را می‌پرستید. دعای حضرت ابراهیم در آیه 37 سوره ابراهیم و به انواع نعمتها و ثمرات آنها روزیده باشد که شکر تو به جای آرند. 3. با این رویکرد امام جمعه تهران اگر مردم ایران بگویند که گنج بهشت ارزانی شما باد، نقدن ما خواهان ایران و ایرانی مرفه هستیم و می‌خواهیم به رنج‌های ناموجه ملت پایان داده شود، که را باید ببینند و چه باید بکنند؟ 4. در پایان سخن، برای اینکه مردم از رنجی که امثال شما برای رفتن به بهشت در این دنیا متحمل شده و میشوید آگاه شوند، لطفاً کل دریافتی خود را اعلام
و آخرین فیش حقوقیتان را نیز منتشر و ضمناً توضیح دهید که چرا شما نیز مانند بقیه حوزه علمیه 4 طبقه 32 واحدی مجلل و مجهز خود را به جای جنوبی ترین نقطه تهران در ازگل لویزان، یکی از محله‌های مرفه نشین شمال شرقی تهران بنا کرده اید. هزینه های ساخت این مدرسه و مدارس مشابه که مروج افکاری از این دست می باشد از کجا تأمین می شود؟ ولی این دنیا را خدا معرفی کرده. این دنیا جای تناسایی نیست، تنبلخانه نیست، عشرتکده نیست. اینجا برای رفاه و عیش عشرت ساخته نشده است. یکی دو تا آیه خدمت شما قرائت میکنم تا دنیا را عوضی نگیریم. اینجا بهشت نیست، اینجا آسایشگاه نیست، اینجا محل کار و تلاش است، اینجا محل رنج است. گنج بهشت را با رنج دنیا به دست می آوریم. مرارت دنیا حلاوت الاخره و حلاوت دنیا مرارت الاخره. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.